آقای دکتر صاحبی، خیلی وقتا خیلی از ما با مشکلی که روبرو هستیم اینه که چطور خودمونو با انتظارات و خواسته های اطرافیانمون و جامعه وفق بدیم. چطور میتونیم خودمون رو هماهنگ بکنیم ضمن اینکه خرسند باشیم از موقعیت و وضعمون و در این حال هم احساس نکنیم با جامعه داریم برخورد میکنیم؟ اگر که دو مرتبه بنشینیم بر دریا کنار مثنوی و بخواهیم ببینیم که مولانا در مثنوی چه راه برد یا راهکاری رو برای ما پیشنهاد میکنه، چون این مشکل مشکل امروزه انسان نیست. برخی از مشکلات که ما بهش میگیم مشکلات وجودی، مشکلاتی است که در طی قرنها انسان اینها رو تجربه کرده و مولانا هم در مثنوی، چون واقعا در جامعه یک مصلح اجتماعی و یک جامعه شناس، کسی که تونسته از توشه ادبیات بهره بگیره و تجربه انسان روی کره خاک رو در قالب تمثیل بریزه، شاید بتونه بهتر بهمون کمک کنه. اگر اینجوریه بپرسیم که با این مشکل ترس و وحشت ما از مردم و عدم سازگاری ارزش‌های ما یا رفتارهای ما با خواسته‌ها و انتظارات مردم، اینو چجوری باهاش کنار بیایم؟ من فکر کنم که مولانا به طور مبسوطی به این قصه پرداخته و اونجایی که برای مولانا یک موضوع جدی بوده، به صورت چند تمثیل در قالب‌ها و اشکال مختلف موضوع رو مطرح کرده، ولی موضوع ثابتی است. این موضوعی که شما فرمودین رو به زیبایی مولانا در قصه طوطی و بازرگان بیان کرده. همینطور که همه میدونیم و در کتاب‌های درسی خوندیم، مولانا میگه که بود بازرگان و او را توته‌ای در قفس محبوس زیبا توته‌ای. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را زجود گفت بهره تارم گوی زود. گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان. گفت توتی چون که آنجا توتیان، گر ببینی کن ز حال ما بیان. کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و درود و داد خواست، و از شما چارو ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در بوستان. حالا از این بعد دیگه مولانا خودش در واقع کارگاه کیمیاگریش رو به کار میندازه و مفاهیم رفاقت و دوستی رو بیان میکنه که یاد آوریده ای مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. یا بیاد این فتاده خواب بیز، چون که خوردی قطره ای بر خاک ریز. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و وین مجنون بود. بگذاریم که از اینجا مولانا شروع میکنه مقدار تردستی های هنری خودش رو نشون بده، تا به انتهای داستان اینجوری میشه که بازرگان میدونیم میره وارد هندوستان میشه و به بازرگانیش میپردازه و یک روز که گردش میکرده زیر درخت نشسته بوده، توتیانی چند رو میبینه که روی درختن. یادش میاد که خب ارمغان همه رو خریده، حالا باید ارمغان توتی رو بپرسه، که قصه توتی و پیامش رو به توتیان میگه و یکی از توتی از بالای درخت میلرزه و سرد میشه و میفته پایین و میمیره و بازرگان خب انگشت ندامت و پشیمانی رو به دهن میگزه و میگه که من چیکار اشتباهی کردم، این چرا اینجوری شد، نکنه این قوم و خویش اون بوده یا فامیلش بوده. در هر حال با اینکه ناراحت میشه چیزی نمیگه و میاد. وقتی که برمیگرده خب هدیه رو میده و رد میشه از کنار توتی. توتی میگه خب سوغاتی من چی شد و چی گفتی اونجا، چی شنیدی، هر چی گفتی یا هر چی شنیدی رو واسه من تعریف کن. بازرگان میگه نه من نمیتونم واسه بگم و در حال واقعی بدی اتفاق افتاد. میگه نه بگو، اون هدیه منه، تو باید هدیه منو به من بگی. که بازرگان قصه رو تعریف میکنه که من اونجا اینجوری شد و یه توتی افتاد و مرد. توتی به محض اینکه میشنوه خب خودش هم همون حالت به خودش میگیره و عین همون حالتی که بازرگان براش تعریف کرده میلرزه و میفته پایین از قفس و کف قفس قش میکنه میمیره. بازرگان دو مرتبه اینجا متعجب میشه که خدایا چرا این اتفاق افتاد. در قفس باز میکنه پرنده رو بذارتش بیرون، که پرنده پر میکشه میشینه روی درخت. خواجه اینجا شوکه میشه و میفهمه که این وسط یه اتفاقی افتاده. مولانا میگه که خواجه رو به بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. میفهمه که این یک مکری بود، یک کار. چی کار کرد اونجا؟ گفت توتی
کو به فعلم پند داد، یعنی فعلم یعنی به رفتار به من یاد داد، با رفتارش. کو به فعلم پند داد که رها کن نطق و آواز و گشاد، یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، یعنی کسی که هم میخوای دم عوام رو داشته باشی، هم خواص رو، هم میخوای دم قومات رو داشته باشی، هم دوستان و آشناهات رو، هم میخوای با آهنگ این برقصی، هم با آهنگ اون، هم میخوای دل اینو نگه داری، هم دل او رو، هم میخوای که مردم باید بهبه و چهچه بگن، هم میخوای که در واقع مسیر خودتو بری. اینجوری ها نمیتونی زندگی تو اداره بکنی، چون دائما شما موزون این یا موزون اونی. یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برکنند، لاله باشی کودکانت برچنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، لاله پنهان کن گیاه بام شو. این توصیه ایست که میگه که اون به من کرد. اگر میخوای شاد زندگی کنی، آزاد باشی، چون مولانا ادامه قصه میاد میگه که در واقع قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. یعنی جان ما هم دقیقا شبیه این توتیه، توی قفس خواسته ها و انتظارات و توقعات و نظام ارزش های دیگران زندانیه. این تمثیلی است که مولانا به کار میگیره که به ما بگه ببینید تا زمانی که بخوایم با آهنگ همه برقصیم ما توی زندانیم. تا زمانی که بخوایم دل همه رو به دست بیاریم، مثلا همین میگه این مطرب شده، مطرب کسی است که در واقع آهنگ همه رو میزنه دیگه. ما نمیتونیم آهنگ دل همه رو بزنیم، ما نمیتونیم. یکی از بابا کرم خوشش میاد، یکی دیگه ممکن رقص عربی خوشش میاد، یکی دیگه موسیقی سنتی دوست داره، یکی دیگه اونو بهش میگه مبتذل، یکی به اون یکی میگه عزاداری. نمیتوانیم سلیقه همه رو در رابطه با خودمون انجام بدیم. ما تنها راهمون اینه که ای مطرب شده با آم و خاص، مرده بشیم از این و به جستجوی آن چیزی بریم که ما خودمون میپسندیم و فکر میکنیم که یک رفتار و تصمیم مسئولانه است، درست، اخلاقیه و واقع گرایانه است. این راه چاره‌ای است که مولانا میگه اگر میخواهیم شاد زندگی بکنیم و در زندان قفس همسایه مردم، انتظارات مردم، از همه مهمتر آبرو، اعتبار، مردم چی میگن نباشیم، باید از این صفات بتونیم خودمون رو بکشیم. خودش هم خیلی زیبا میگه، میگه اگه تو دانه باشی مرغا میخورنت، اگه لاله باشی بچه ها میکننت. بنابراین شما باید چیزی باشی که دیگران نتونن به تو ضربه بزنن. و اون اینی که توی شعر دیگرش میگه، میگه مدتی موزون آنی، مدتی میزان این، بعد از این موزون خود باش تا شوی میزان خیش. تنها راه نجات اینه که ما موزون خودمون باشیم، به مردم احترام بگذاریم، ولی نظام ارزشی مردم برای خودشون اعتبار داره، همونطور که نظام ارزشی من فقط برای خودم اعتبار داره. در واقع شاید ما باید برداشتمون و معنی که از آبرو داریم یه مقدار پالایشش بکنیم. بسیار نکته زیبایی رو گفتید. ببینید مفهوم آبرو و اعتبار و اعتبار اجتماعی امروز در جهان مترقی و در جهان در واقع آزاد و دموکرات خودش رو به منزلت و شأن و دیگنیتی شخصی داده. ما باید منزلت خودمون رو حفظ بکنیم، ما باید جایگاه فردی خودمون در چشم خودمون و بعد در چشم دیگران، این رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا آبرو، یعنی خودمون رو له کنیم برای اینکه مردم بگن به به و چه چه. خب این نکته ایست که مولانا به ما درس میده که موزون خودمون بشیم. ما تا زمانی که مطرب آهنگهای دیگران هستیم، ببینید فکر میکنه اگه ماشین بخریم، یک سری ها ماشین شیک بخرید، یه سری ها میگن به عجب آدم خوبیه، چقدر تلاش کرده، ببین چه پیشرفت، بعضی ها میگن مگر الاغ پالونش عوض بشه، مگر شأنش میره بالا. اینجوری باید بهمون تیک میندازن اگه قرار باشه ما رو نپذیرن. یکی دیگه میگه آقا مردی نون نداره، رفته بلند شو، رفته پول قرض کرده از بانک، ماشین نو خریده، شست بیاد. اون یکی هر کسی یک چیزی به ما خواهد گفت. بهتر اینه که ما کاری رو بکنیم خودمون که خودمون رو شاد میکنه و پیامدهای منطقی و پیامدهای طبیعی زیبا برای زندگی خودمون داریم. و اینکه مردم رو نگران باشیم در مورد ما قضاوت نکنن، 100% قضاوت میکنن. باید برامون راحت باشه که قبول کنیم قضاوت رو خواهند کرد. دقیقاً ما بپذیریم که میکنن و ما هم چاره‌ای نداریم، همونطور که ما هم میکنیم، چون ما هم نظام ارزشیمون با دیگران متفاوته. بسیاری از کارهایی که مردم میکنند رو ما ممکنه قبول نداشته باشیم، ولی برای زندگی اونها درسته، اون برای زندگیش داره کار میکنه. این یکی از اسطوره‌های زیبای یونانی است که همین حرف مولانا رو تایید میکنه. میگن یکی از خدایگان یا در واقع یکی از خدایان یونانی، خدای
پای بسیار قوی که این یه تختی رو برده گذاشته جلوی دروازه آتن و هر کسی که میخواد وارد آتن بشه رو بهش میگه روی این تخت بخواب. این تخت قباره خودشه. برای ایشون انسان نرمال طبیعی سالم با منزلت و شأن کسی که قد و قواره خودش باشه. اگر بزرگتر از خودش باشه که دراز علی است و نردبان دزدا و اینجوریه زیادیه. اگر کوتاه‌تر از خودش باشه آدمای کوتوله است و میدونید فسقلی و ایناست. بنابراین تو ذهن این خدا آدمهای نرمال طبیعی خوب قابل تحسین آدمهای قد خودشن. تخت رو گذاشته اونجا، هر کس میخواد وارد آتن بشه بهش میگه رو تخت بخواب. اگر کوتاه‌تر از تخت باشه یعنی تو کوتاه‌تر از خودش، پاشو محکم میکشه کشش میده تا قد تخت بشه. حالا اگر بلندتر باشه از خودش چی میگه؟ اضافیه. بله پاشو میبره، یعنی همه مردم رو ناقصشون میکنه. این اسطوره است، ولی ما هم تو ذهن خودمون یا بسیاری از ما تو ذهن خودمون یه تختی داریم، مردم رو اون تخته میخوابونیمشون. اگه بلندتر از ما باشن پاشونو میبریم، معیوبشون میکنیم. اگه کوتاه‌تر باشن میکشیم پاشونو، استخونشون رو در میاریم، بازم قد ما بشه. در واقع قبولشون نمیکنیم تا مثل ما نباشن. دقیقاً. اون اسطوره میخواد بگه که اسطوره ها میدونید که کارکردها و کنشوری‌های اجتماعی و روانی دارن. در واقع میخوان بگن که ما اون قهرمانه نباشیم. بزنیم که مردم رو تخت ما بخوابن، قد ما نبودن نباشن، قد تخت خودشون هستن و بلندتر اگر هستن خب حالا میرن یه تخت بلندتر برای خودشون میخرن. شما لازم نباشه پاشونو ببرید ناقصشون کنید. این رو اگر حالا در کنار قصه مولانا بگذاریم، اونطور میفهمیم که آزادی ما از زندان تروریست‌های بیرونی زمانی به وجود میاد که ما بتونیم از این نجات پیدا کنیم. حالا اگر اجازه بدید من همین رو متصل کنم به قصه دیگری از مولانا که چقدر زیبا میگه مشکل اصلی عدم آزادی ما و عدم برخورداری ما از زندگی بحث ترس‌های درونی ماست. یعنی ما خودمون نمیتونیم، مثل اینکه یک موانع جدی داریم. یه قصه‌ای داره به نام قصه خرگوش و شیر و مرغزار. مرغزاری که حیوان در صلح و صفا و آرامش زندگی میکردن، شیر پیدا میشه که هی هر دفعه حمله میکنه به اینا، یه بار بچه آهو رو میگیره، یه بار بچه خرگوش رو میگیره، بعد اینجوری همه رو صبح تا غروب در نگرانی نگه میداره. این قصه رو از کلیلو دمنه گرفته مولانا، ولی خب همونطور که گفتم در ذهن کیمیاگر خودش تغییرات زیبایی بهش داده. حیوانا میان میگن که ما بیام شورا بکنیم ببینیم چیکار کنیم. میگن آقا اینجوری که نمیشه تو استراب زندگی کنیم، بریم با این شیره یه مذاکره بکنیم، بگیم بابا تو حمله نکن که هر روز ما از صبح که بلند میشیم گوشت تنمون میلرزه که کی ما خورده بشیم، تو سر جات بشین تو پادشاهی، ما در هر روز قرعه میگیریم، یه حیوان میاریم به تحویل میدیم، تمام یه دونه رو بخور دیگه، بنابراین بقیه‌مون حداقل راحت زندگی بکنیم. حیوانات میپذیرن. روز اول یه نفر میره، روز دومی که روز سوم نوبت یه خرگوش میشه، خرگوشه بینا میگه شما اگر با من همکاری بکنید من یه کاری میکنم که این دشمن برای همیشه دست از سر ما بردار، نه بچه‌های ما رو بخوره نه خودمون رو. میگن بابا ما کجا شیر کجا؟ میگه ما باید از عقلمون استفاده بکنیم تا بتونیم آزاد بشیم. خرگوشه میگه که شما کاری با من نداشتین، نمیخوان شما منو ببرینم اونجا تحویلم بدیم، شما ول کنید من خودم میرم. خلاصه قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر در واقع برای عصرانه آقا غذا بره که شب شام داشته باشه، خرگوشه یک 10 دقیقه تاخیر میکنه. وقتی میره میبینه شیر داره میقره اونجا و ناراحت عصبانی که شما چرا دیر اومدین، اینا میگه که حضرت شیر من داشتم میامدم اینجا ولی یه شیر دیگه اومد و جلو سر راه منو گرفت میخواست منو بخوره. من یک دونه خرگوش چاق و چله تر از خودم برای شما آورده بودم، حالا اون شیره این خرگوشه رو از من گرفتتش، بعد من فرار کردم اومدم به شما بگم یه نفر دیگه به سرزمین شما حمله کرده و میگه من پادشاه اینجام. شیره ناراحت شد گفت کی؟ یه نفر دیگه در قلمرو به من اومده. گفت آره. گفت کجا؟ گفت رفتش توی چای قایم شده. میبرتش تا لب چاه، بعد میگه که کجا؟ میگه منو بغل کن بد نشون بدم. بغلش میکنه، شیره این خرگوشه رو در واقع آب چاه باعث میشه که رفلکشن یا انعکاس عکس شیر و خرگوش بیفته اون تو. شیره عکس خودش رو میبینه که راست میگه، یه شیری اون تو هست که یه خرگوش هم بغل کرده. خرگوش پرد میکنه بیرون، با سر میره توی چاه که اون دشمن رو بکشه، رقیب رو، و میفته توی چاه و خفه میشه. خب حیوونا میبینن که این خرگوش چقدر هوشمند بوده که اینا رو نجاتشون داد، میان بهش میگن که تو پادشاه مایی و تو فرمان روای مایی و مستر مایی، هر چی تو بگی ما از این رد میکنیم. و مولانا اینجا از زبان خرگوش میگه که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. چیه اون شیر درون؟ ببین شیر مظهر چیه؟ نشانه قدرته و نشانه یه چیز دیگه هم هست، ترس. اگر شما بگن تو بکیارد حیات شما یه شیر است، ترس وجودتون رو فرا می‌گیره. بابا در درون ما یه شیری هست، ما ازش میترسیم. این سخره خرگوش نیست، این رو ما باید بتونیم با تدبیر، با اندیشیدن، از همه مهمتر با تجزیه تحلیل‌های منطقی این شیر رو مثل همون خرگوش سرش رو زیر آب بکنیم. و این ترس ما بدونیم در مزرعه‌ای که ترس وجود داره هیچ حدی رشد نمی‌کنه، هیچ
گلی نمیتونه رویش پیدا بکنه و این ترس در درون ما هست. یکی از ترس‌های بزرگ تروریستی است به نام مردم، آبروداری، اجتماع، مردم چی میگن پشت سرمون. این ترس رو ما باید بتونیم پشت سر بگذاریم و به قول مولانا مطرب شده با آم و خاص نباشیم. آقای دکتر فرمودید ما هیچ کنترلی روی حوادث نداریم، ولی باید یه جوری به این حوادث واکنش نشون بدیم که بتونیم خودمون رو در واقع تطبیق بدیم به این اتفاقاتی که میفته. بله. مثنوی چطور میتونه به ما کمک کنه که ما بتونیم سازگار باشیم با دنیایی که این حوادث رو داره برای ما به وجود میاره؟ درسته، بسیار عالی. ببینید این سوال قشنگی است. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم بهتون در از زاویه نگاه مثنوی بگم خدمتتون، من فکر کنم تو مصاحبه های قبلی من با شما اشاره کردم، من یه فرمولی دارم به نام فرمول خودم هست، به نام فرمول صاحبی که اسمشو گذاشتیم فرمول پگا. ما میگیم که هنگامی که یک واقعه برای ما اتفاق میفته، اول ما باید این توان رو داشته باشیم که بپذیریم این واقع اتفاق افتاده است، غرغر بکنیم، شکایت بکنیم، فحاشی بکنیم، تقصیر رو گردن هر کی بندازیم، این اتفاق افتاده، بپذیریم، پذیرش. بعد دو گه یعنی چه گزینه هایی ما داریم اینجا، چه انتخاب هایی میتونیم داشته. میتونیم مسئولیت خودمون رو نپذیریم و بگیم تقصیر دیگری، نه توجیه بکنیم دائما، میتونیم دست از کار بکشیم، میتونیم بگیم این شانس هم بوده، اقبالم بود، و میتونیم بگیم که خب حالا من الان باید چیکار بکنم. و بعد الف یعنی اقدام عملی. ولی ما متاسفانه اون چیزی که یاد گرفتیم بر اساس روانشناسی کنترل بیرونی که همیشه فکر کردیم در سرنوشت ما شانس و اقبال و عوامل بیرونی و سیاست مداران و رزرو بانک و نمیدونم اینترست ریت و اینها نقش زیادی در زندگی ما دارن، ما معمولا نمیخواهیم مسئولیت رفتار خودمون رو بپذیریم. مولانا یه قصه بسیار بسیار زیبایی داره به نام قصه شکایت قاطر یا استر در پیش اشتر. میدونیم که قاطر و شتر هر دوتاییشون باربرند و هر دوتاییشون از لوازم اساسی انسان برای حمل و نقل محسوب میشدن. یه روزی یه قاطری میاد پیش یه شتری و به شتر میگه که پسرمو، ما که با هم یه خیشاوندی داریم و کار میکنیم و اینها، من یه سوال از شما دارم، شما باربرید، ما هم باربریم، شما ساعتها و کیلومترها راه میرید، ما هم بار میبریم، ولی چطور میشه که این همه سال ما دیدیم و شنیدیم از پدر در پدرمون یا پدر جدمون هم گفته شترها این همه راه میرن و بار میبرن، پاشون به پشت پای خودشون نمیخوره، به قول فارسی ها سکندری نمیخورن، یا به قول مولانا به سر در نمیشون، به سر در شدن یعنی پات بخوره به یه سنگی یا به چیزی که به سمت جلو شما هول داده بشید و کنترلی روی حرکتتون نداشته باشید، یا پاتون بیفته پشت پاتون. ولی چطور شما به سر در نمیایید و سکندری نمیخورید؟ ولی ما بار رو کولمون سکندری میخوریم. همین بعضی موقع شده که اصلا بار چپ شده و ما با پشت افتادیم زمین. جریانش چیه؟ شطور میگه که خب عزیز من، بحث اصلی اینه که ما وقتی که بار رومون میگذارن، باید جلو تو نگاه کنی تا بتوانی موانع رو حدس بزنی که از چه محیطی داری میری، در آینده با چه زمینی روبرو خواهی شد، کجا همواره، کجا ناهمواره، تا بتونی خودت و بارت رو با نحوه حرکت خودت تنظیم بکنی. ولی تو برای اینکه نکنه یه خوشه گندم رو زمین باشه یا یه دونه زردالو افتاده باشه که بخوری، سرت انداختی پایین، همش پایین رو نگاه میکنی، به معنی نمیدونی که اون جلو چه موانعی وجود داره. قاطر میگه نه بابا عزیز من، درسته بابای ما الاغه، ولی ما مادرمون اسب، ما میفهمیم که سرمون رو باید بالا بگیریم، گردنمون باید برافراشته باشه، با ما جلومون هم نگاه میکنیم بازم میخوریم زمین، مال این نیست که تو میگی. شطور میگه خب یکی دلیل دیگه شم اینه که شما باید ذهنیتت رو با واقعیتت تطبیق بدی. وقتی بار رو کولت گذاشتن، برای چی میخوای چارتاق بدوی تند بری؟ بار رو کول ماست، ما باید این بار رو سالم به سر منزل مقصود برسونیم، و به مزی هم که رسوندیم یه خورده به ما استرا من دوباره بار رومون میذارم. با چه عجله ای داری میری؟ ذهنیتت رو با واقعیت تطبیق بده. وقتی بار رود نیست تندتر برو، وقتی بار رود هست آهسته قدم بردار و بدان که سالم بردن بار بهت بیشتر کمک میکنه. میگه نه بابا من ذهنیتم همینه، من فکر میکنم بچه‌ام مثلا یا نابالغم که نمیدونم، من این کارا رو میکنم بازم میخورم زمین. شطور میبینه که این داره هی بهانه میاره دیگه، نمیخواد مسئولیت رفتار خودشو بپذیره. میگه میدونی چرا شما میخوری زمین؟ میگه نه. میگه میدونی که شما و اسم ما در زبان فارسی در واقع چیز دیگه، چون هم شما فارسی و هم ما، حالا قاطر اسم ترکیه، فارس ها به شما میگن استر. گفت بله. خب به ما هم میگن اشتر یا اشتر.
در نحوه نوشتن ما و شما، ما دوتا با هم مساویم. تنها مشکلی که وجود داره اینه که این فارسی زبان ها برای کلماتشون نقطه میذارن، آمدن سه تا نقطه روی ما گذاشتن که شما اون سه تا رو نداره. این سه تا نقطه که رو اسم ما هست باعث تعادل ما شده که شما اون نقطه تعادل رو ندارین. اونم که تقصیر شما نیست. خاطر میگه دیدید برادر، واسه همین ما میخوریم زمین. آخه به خاطر که اسم ما رو بد نوشتن، نقطه تعادلی به ما ندادن، خب ما میخوریم زمین. خوشم اومد واقعا، چه شطور باهوش و چه شطور فهمیده. فهمیدم پس مشکل من نیست، میخورم زمین که میخورم دیگه. مولانا میگه بسیاری از مردم اینجوری هم به دنبال پیدا کردن راه حل نیستن، چون نمیخوان مسئولیت رفتارشون رو بپذیرن. دنبال بهانه ان، دنبال توجیه ان، دنبال اینن که به نوعی بگن که تقصیر سیاستمداران من، پدرم اینجوری بوده، در یه خانواده فقیر به دنیا اومدم، شوهرم اینجوری بوده، زنم اینجوری بوده، مادر خانومم اینجوری بوده، رئیس ادارم اینجوری بوده. مسئولیت رفتار خودشون رو نمیپذیرن و این یه واقعیتی است. اگر میخواهیم رشد بکنیم و اگر میخواهیم بر موانع خوب غلبه بکنیم، ما باید خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم بیشتر و بدونیم من چه تغییری در خودم باید بدهم تا اوضاع بهتر بشه، نه اینکه اوضاع باید چه تغییری در خودش بدهد تا من احساس بهتری بکنم. این قصه مولانا در واقع یکی از زیباترین داستان‌هایی است که ما رو دعوت می‌کنه به مسئولیت پذیری برای تغییر در خودمون، برای اینکه بتوانیم شرایط بهتری رو در زندگی تجربه بکنیم. و بعدم من فکر کنم که یه برداشت دیگه هم که میشه از این قصه کرد اینه که کسی که نمیخواد واقعیت رو قبول بکنه، به هر چیزی متوسل میشه که اون واقعیت رو قبول نکنه. دقیقاً همینه. برای همینم هم هست که مولانا یکی از مهمترین شگردهایی که به کار میگیره اینه که مستقیماً به مردم نمیگه چه کار بکنید چه کار نکنید، چون میدونه که اگر سخنرانی بکنی برای مردم، اگر نصیحت بکنی و توصیه بدی بهشون، اینها نمیپذیرن. باید مردم رو دعوت کرد به خود ارزیابی یا خودسنجی، ببینه که خودش چه کار میتونه بکنه، خودش به نتیجه برسه که باید تغییراتی رو در خودش بده. و در غیر این صورت فردی که نخواد بپذیره، من فکر کنم یه بار گفتم آدمی که خوابیده رو میشه از خواب بیدارش کرد، ولی آدمی که خودش رو به خواب زده، شما تو حوض هم بندازیدش بازم نمیتونید بیدارش کنید. این نکته اساسی است که ما میتوانیم از این شطور و از این استر یاد بگیریم، ببینیم که ما واقعا داریم خودمون رو توجیه میکنیم یا نه. ما اگر زمین میخوریم، به سنگ و به خیابون و به شهرداری داریم ایراد میگیریم یا به نحوه راه رفتن خودمون. آقای دکتر، یادم چند وقت پیش که با شما حرف می‌زدیم، می‌گفتید که کمیت زندگی انسان‌های امروز بهتر شده ولی کیفیتش چه بسا بدتر شده، نازل‌تر شده. بله. و در جهان امروز آدم مشاهده می‌کنه که انسان‌ها همه امکاناتو دارند و همه چیز از هر نظر پیشرفت کرده، ولی انسان‌ها شادمان نیستن، با اینکه زندگی‌هاشون از سطح و رفاه خیلی بیشتری نسبت به نسل‌های گذشته برخورداره. مثنوی مولانا چطور میتونه در این زمینه به ما کمک کنه و چه چیزایی داره به ما بگه؟ موضوع بسیار زیبایی رو طرح کردید خانم صدر. من فکر میکنم یکی از قصه هایی که مولانا در این خصوص داره و بسیار بسیار زیبا برای ما، مخصوصا برای کسانی که در این جزیره پرنعمت استرالیا زندگی میکنند، بهتر باشه که یک تبرداری یا گرسبرداری ازش بکنیم. قصه گاو حریص در یک جزیره پرنعمته و میتونه به ما کمک بکنه ببینه چرا ما نگرانیم. مولانا در اینجای در قصهش میگه که یک جزیره سبز هست اندر جهان، اندرو گاوی است تنها خوش دهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شود زفت و عظیم و منتجب. شب ز اندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار مو لاغر ز غم. گاویه که توی جزیره پر نعمت هست، تنها هم هست، همه این نعمت ها مال خودشه. صبح میفته توی این سبززار رو میخوره و فقط میخوره و میخوره و میخوره، مبادا که کم بیاره. و شب که میخواد بخوابه، به جای اینکه بخوابه و استراحت کنه و لذت ببره، با خودش میگه وای اگه بارون دیگه نیاد چیکار کنم، وای اگه یه گاو دیگه بیاد بخشی از اینجا رو بخوره من چیکار کنم. دائما در نگرانی آینده است و فردا. اینقدر استراب و نگرانی و تشویش رو نشخار میکنه که تا صبح که میشه، مولانا میگه میشه لاغر مثل مو، همه گوشت تنش میریزه. دوباره صبح بلند میشه، میبینه به جزیره پرنعمت، ده بخور، حالا از ترس اینکه مبادا گرسنه بمونه، میگه که به بیماری در واقع جوع البقر یا همون بیماری جوع
در واقع یا سیری ناپذیری مبتلا شده. اینقدر میخوره تا چاق میشه و بعد دوباره همه اینها رو در اساس نشخوار فکری یا نگرانی و دلواپسی و استرابی که چه کنم فردا چی میشه از دست میده. میگه این گاوه اینقدر هم عقل نداره، ببین یک عمری داره میخوره، از روزیش هم کم نشده، یک شبی رو هم گرسنه سر زمین نگذاشته، دست از نگرانیش برداره. و این مشکل رو بعد مولانا میگه که آیا شما در اطرافتون آدمیانی را نمیشناسین که یک بار گرسنه نماندن ولی همیشه از ترس گرسنگی تا صبح درد گرسنگی کشیدن؟ این شاید به نوعی به ما بخواد کمک کنه، چون مولانا در جای دیگه هم میگه که آنقدر از فقر میترسند خلق که به آب شور رفتن تا به حلق. یا در جای دیگهش میگه که جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و از ترس زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این لگد کوب خیال انسانها رو دوچار چنین افسردگی که شما فرمودین کرده. میدونید دائما ما نگران سوپرانویشن مونیم، بازنشسته بشیم چی میشه، مورگیج خونمون نتونیم پرداخت کنیم چی میشه، اجاره ها بره بالا چی، اینترست ریت 7 اگه بشه 7.5 اگه بشه 8 اگه بشه 8.5. بابا مولانا میگه که تکنانی در رسد تا ذره جانی در تن است. ترس نداشته باشین، تا اینجاشو اومدین هیچ کسی تو این جزیره به این بزرگی تا به حال نمرده، از گرسنگی و از ورشکستگی هم بیچاره نشده. زندگی رو این گاوه میگه به جای اینکه بشینه کنار این چشمه لذتی ببره، به جای اینکه زیر سایه درختی در وسط ظهر گرما بشینه غذای خورده رو قشنگ نشخوار بکنه و از آب چشمه بنوشه و منظره رو با چشم دلنواز خودش ببینه، دائما خورده خودشو پیر کرده، آخر هم نفهمیده. یه خورده استاپ بکنیم، یک ساعت یا نیم ساعت در روز خودمون رو یک بار مرور کنیم، چیکار دارم میکنم؟ برم بشینم یه کافی شاپی با همسرم، یه قهوه بخورم با هم، یه گپ کوچیک بزنیم، هیچ چیزی از اجاره خونم اضافه نمیشه، هیچ چیزی روی مورگیج خونم نخواهد رفت. اینها رو ما نمیدونیم، یعنی یه مقداری اون نگرانی از آینده، ترس از آینده باعث شده که ما امروز هپی نباشیم. نه به خاطر اینکه الان برخوردار نیستیم، به خاطر اینکه مبادا فردا فقیر بشویم، مبادا فردا نتوانیم از عهده کار بر بیاییم، داریم امروز همه ثروت زیبای خودمون که انرژی و جوانی و نیروی کار و نیروی لذت بردن هست رو از بین میبریمش. من فکر میکنم بیماری که ما مبتلا هستیم رو مولانا در این قصه گاو حریص و جزیره به زیبایی نشون داده که ما شبها در رخت خوابهای بسیار راحت و زیر سقف بسیار زیبای این کشور خوب هنوز هم نگران میخوابیم از ترس آینده. و این باعث میشه که انسان امروز نگران، نه فقط ایرانی مهاجر، نه تمام انسانها امروز نگران، انسان مدرن نگران آیندهشه، به جای اینکه اگر بدونه که اگر در اینجا و الان زندگی بکنه اون هدیه اصلی زندگی، یعنی در زمان حال زیستن و از امکانات حال به نحو احسن استفاده کردن، در آینده هم بهتر خواهی داشت. این من فکر میکنم تشخیص مولاناست و بسیار زیباست و میتونه کمک کننده باشه. و در طی روز و از موقعی که نگرانیم از خودمون بپرسیم ببینم هیچ شباهتی بین من و این گاوه هست، این یه ترمزی بشه برامون که در واقع یه مقداری صبر بکنیم و از زندگی و از لحظه لذت ببریم. خیلی همون تغییرات فصول رو نمیفهمیم، خیلی همون طلوع آفتاب رو نمیبینیم، خیلی همون غروب آفتاب رو احساس نمی کنیم، بزرگ شدن بچه هامون رو درک نمی کنیم، چون دائما داریم کار می کنیم برای اینکه بچه هامون در آینده خوب زندگی کنن، اصلا بزرگ شدنشون رو نمی بینیم. حالا یه مقداری ما ممکنه که مثل اون گاوه حریص نمی خوریم تا بترکیم، ولی اینقدر کار می کنیم و اینقدر از زندگی فاصله می گیریم که به قول سپهری میگه زندگی در لب تاقچه عادت از یاد من و تو می رود. و اینه که فکر میکنم که باید بهش دقت بکنیم. من با یه شعر دیگه از سپهری برم به استقبالی از غزل مولانا، میگه که من دلم چون ابر میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری، دختر بالغ همسایه، زیر کمیاب ترین نارون روی زمین فقه میخواند.